با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک میکاویم و میخوانیم بین سطور روزنامه های امروز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شبها نخست مروری کوتاه هم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب و منتشره در روزنامه های امروز ورود به فاز تازه در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی با اظهار موضع الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، هواشی یک انتصاب و تودی در وزارت کشور ایران، در روز تودی استاندار خوزستان و اظهار گلایگی این دولتمرد پیشینی مبنی بر نقش پدرخوانده‌ها در از لوی جدال کلامی مستمر مستتر و مستقیم میان دو فقیه رکنی نظام با تازه ترین انتقاد هاشمی رفسنجانی در حمایت تقدسگونه از دولت قبل و در سوی دیگر ماجرا ضد حمله خامنه ای به هاشمی مبنی بر سکوت در برابر فتن جرم است تراژدی مرگبار اتوبوس حامل سربازان ایرانی که با مرگ تمامی سربازان دفتر آموزشیشان به پایان رسید و در عرصه بین الملل واکنش ها به همه پرسی در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه سوم تیر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی و آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع اهم مطالب منتخب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک یک شما همیهنان هم عزیز و ارجمند همینک و در بخش نخست با نگاهی کوتاه بر چند رویداد رویدادهای پر انتشار برنامه رو پی میگیریم و یا به تعبیری میگشاییم همان گونه که در صدر مطالب نیز اشاره کردم نهیب‌های رهبری ایران به دولتی ها مبنی بر پرهیز از حمایت از فتنه بر صفحات نخست برخی از روزنامه ها جای گرفت هرچند عمده روزنامه ها موضوع فیش های حقوقی را از زبان این فقیه حاکم برجسته کرده بودند بر اساس گزارش روزنامه ها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت با اشاره به اعتراضات انتخاباتی سال 88 گفت که ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود تمایلی به حضور سریح در مقابل فتنه نداشته باشند اما نباید از او هم به نفع فتنه بهره برداری شود که عمده تحلیل ها و نگاه ها مستقیم رفت روی هاشمی که اشاره کنایامیز خامنه ای به رفسنجانی بود این در حالی است که روزنامه ابتکار به نقل از هاشمی رفسنجانی آن هم با زبانی غیر مستقیم و بدون ذکر نام که گویا خطابش به خامنه ای بود گفت حمایت تقدس گونه برخی از دولت قبل یک اشتباه تاریخی بود که همگان نیز به یاد داریم که خامنه در قیاس تطبیقی بین هاشمی و احمدی, احمدی نژاد در واقع سریحا اعلام کرده بود که نظرش به محمود احمدی نجاد نزدیکتر است که در آن هنگام موجب تعجب و بعدها موجی از انتقادها علیه خامنه ای شد و گویی همیشه یه تاریخ هم خامنه ای از این موضوع در شرمی نرم است و خوب دریافت که اشتباه بزرگ تاریخیش نیز همان بود است و بس رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه دوم تیر در سخنان پیش از صرف افتار با روحانی رئیس جمهور و همکارانش تاکید کرد که در شرایط فتنه همچون قضایای سال 88 نباید سخن سکوت اقدام و حتی نوع نگرش موجب تقویت فتنه شود رهبر ایران از اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کماکان تحت عنوان فتنه یاد می‌کند و در طول تمام هفت سال سپری شده از انتخابات بارها کسانی که با آن اعتراضات مخالفت نکرده اند نیز آنها را مورد انتقاد قرار داد و تحت عنوان ساکتین فتنه که به طور مشخص به هاشمی و خاتمی نظر دارند خامنی در بخش دیگر از اظهارات خود با اشاره به موضوع حقوقهای بالای برخی مدیران که در هفته های اخیر خبرساز شده گفته بود که بر اساس اطلاعاتی که به ایشان رسید میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها در حد معقول است و اضافه کرد که دریافتی های کلان مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه شود خامنه ای در ادامه اظهار نظر خود اشاره کرد موضوع حقوق های نجومی در واقع حجوم به ارزش هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثنا هاست و اکثر مدیران دستگاه ها انسان های پاک دست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود ادامه می دهیم با سایر مطالب منتخب امشب فیش های حقوقی به دهها سخن همچنان مورد تحلیل و تفسیر روزنامه‌گران ایرانی در بسیاری از روزنامه های تهران قرار می گیرد. دولت، مخالفان و فیش های حقوقی عنوان سرمقاله اصلی روزنامه اعتماد بود که به قلم قلام رزا زریفیان از مردان عهد اصلاحات در روزنامه اعتماد تحریر شده بود زریفیان از جمله اشاره کرد که پدیده افشای فیش های حقوقی به دلیل اینکه می تواند گامی در جهت تحکیم الزام نهاد دولت به شفافسازی روابط مناسبات و سازوکارهای اجرایی باشد پدیده مثبتی است چرا که تنها در چنین فضایی است که فشار مجموعه افکار عمومی جامعه امکان هدایت دولت و نهادهای حاکم به سوی اصلاح سازوکارها رو پیدا می کند و می تواند زمینه از بین بردن قواعد غلط رو به وجود بیاورد نویسنده مقاله باور داشت که یک تب سره هم وجود دارد و آن این است که این دست افشاگری ها نه با هدف رقابت های جناهی و زیر سایه کدورت های سیاسی بلکه با در نظر گرفتن سعادت عمومی انجام بپذیرد اما نوع مانور روی این موضوع و گرایش آشکار سیاسی مجموعه افشا کنندگانش خود زمین ساز سوالاتی است که اتفاقا بر دامنه ابهام ها می افزاید. که بدون ذکر مصادیق اشاره غیر آشکاری داشت به نوع و مدل حمله و حجمه روزنامه همچون کیهان وطن امروز و جوان که در طول که دو هفته گذشته با اهداف جناهی محض و تخریب رقیب دست به کار شده بودند ادامه می هم با دیگر مطالب منتخب امشب هاشمی رفسنجانی فقیه مقهور و دوست پیشین آیت الله خامنه ای اما تا حدودی محبوب رسانه های اردوگاه اعتدالی امروز حضوری پررنگ تر در صفحات روزنامه ها داشت گاه بوی گلایگی میداد و گاه انتقاد تند به هسته سخت قدرت در ایران داشت از جمله روزنامه اعتماد موضوع اصلی شماره امروز رو به نقل از رفسنجانی اختصاص داد که گفته بود به نماز جمعه نمیروم این روزنامه ها دلیل عمده شرکت نکردن هاشمی در نماز جمعه رو همانا بروز احتمالی خشونت های نشده از سوی گروه های رو اعلام کرد و گفت که هر جا بدانم تون ها به بهانه حضور مردم را به زحمت می و اختلافات بیشتر می شود نمی بر اساس گزارش بسیاری از روزنامه‌ها، از جمله روزنامه اعتماد، آرمان، ابتکار، هاشمی در پاسخ به تقاضای یکی از روحانیون که از میان جمع برخواست و گفت مردم خواستار برگشت شما به نماز جمعه هستند جواب داد و گفت مردم لطف دارند و همین لطف آنان سرمایه من در دنیا و آخرت است اما هر جا که بدانم تون روها به بهانه حضور من مردم رو به زحمت میاندازند و اختلافات بیشتر میشود نمیروم که اشاره غیر مستقیم داشت به آخرین تنش حضورشان در نماز جمعه و اما تغییر اعضای کابینه نیز از جمله موضوعاتی است که این روزها مورد توجه سوی رسانه های نزدیک به دولت و منتقد به دولت پیگیری می شود در این میان روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران با دیده تردید و شک به موضوع نگریست و با طرح این سوال که آیا تغییر در یاران روحانی جدیست است معتقد بود که کابینه ریاست جمهوری مهمترین ابزار اجرایی در حوزه کشورداری است که در هر دوره بنا به مقتضیات زمانه می تواند ترمیم شود اما به نظر نمی رسد که روحانی بخواهد حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری فعلی خود دست به ترکیب کابینه بزند با این حال هر از چندی ناگهان یک موج خبری در خصوص قریب بودن تغییر برخی وزرا در رسانه های کشور پدیدار می شود گزارشگر روزنامه جوان مدعی شده بود که بخشی از چنین موج هایی را می توان به درگیری های داخلی در هیئت دولت مربوط دانست درگیری هایی که اغلب مربوط به اختلاف نظر بین تیف های مختلف اقتصادی کابینه و دقدقه در خصوص رکود و بیکاری گسترده در کشور است. اما در سوی دیگر یکی از مردان نزدیک به دولت از ضرورت این تغییر در کابینه روحانی نوشته بود ضرورت تغییر در بدن دولت عنوان یادداشت اصلی روزنامه ی وقایع اتفاقیه بود که سعی داشت بر گمانه های اصولگرایان و تردیدهایشان تا حدودی دست رد بزند علی صوفی وزیر تعاون پیشین در سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت که در یک سال پایانی دولت یازدهم منطق حکم میکند که روحانی دست به تغییر در بدنه دولت بزند به زمین نویسنده این تغییر از چند جهت لازم است اول اینکه به طور طبیعی بعد از سه سال فعالیت دولت روحانی وقت آن است که با ارزیابی از عملکرد وزارت ها به تغییر برخی از اعضای کابینه رسید از طرف دیگر به زعم وی در زمان تشکیل کابینه مانعی به اسم مجلس نهم وجود داشت که در حال حاضر آن مانع وجود ندارد ضمن اینکه بعد از تشکیل کابینه همان مجلس باعث شد که بسیاری از مدیران میانی و مدیریت استانی هم از دولت گذشته در بدن این دولت تصویر شوند به طوری که وزیر کشور ابتدا اعلام کرد که استانداران را بایستی با نظر نمایندگان استانی تعیین می کند که این مسئله خودش به زم ایشان مانعی بر تغییرات شده بود و این تغییرات در زمینه اصلاح مدیریت نبود بلکه به صورت جابجایی از استانی به استان دیگر صورت گرفت البته بر اساس قرائن و شواهد از منظر این جانب حسن روحانی تا پایان سال باقی مانده به ایام ریاست جمهوریش گزینه برای تغییر نخواهد داشت اگر هم دست به چنین کاری بزند چه بسا به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی دور آتی مد نظر قرار گیرد که وعده بس بسامانه کردن امور رو به ارادتمندان و مخاطبان خود خواهد داد و از سوی دیگر البته دلخوش کردن برخی از مردان نزدیک به دولت همچون آقای صوفی به تغییر ترکیب نمایندگان مجلس نیست خیلی قرینه به واقع نیست و الزاما نمیتوان امیدی به لیست های جدید راه یافته تحت هر نامی و عنوان لیست امید داشت چرا که تا اینجای کار عملا خیلی به مردان اصلاحات و گزینه و در واقع گزینه همراهی با پیکره تحول خواهی نداشتند و نشانم ندادند که در برنامه شبهای قبل به تفصیل به این موضوع اشاره کردیم که در این راه عارف نیز تا حدودی آزرده شده و در سکوت و محاق رفت و از یاران انتظار بیشتر داشت سخن از آزردگی عارف به میان آمد برخی از روزنامه های امروز به این موضوع نیز اشارت داشتند. داشتن روزنامه اعتماد عارف رو بر صدر صفحه و به نخستین موزیگیری عارف پس از انتخابات داخلی مجلس اشاره کرد و به نقل از وی نوشت گلایه دارم اما قهر نیستم بسیاری از روزنامه های دیگر نیز به نقل از این مقام مجلسی اشاره کردند که قهر در قاموس من نیست همان که میدانید تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیست به تسخیر جناح راست افراطی در مجلس در آمد از سوی دیگر عارف رو حتی برای ریاست یکی از کمیسیون‌های مجلس یعنی کمیسیون آموزش پیشنهاد نکردن باش مشورت نکردن این آزردگی و حتی قهر احتمالی عارف جای می تواند بیشتر معنا پیدا کند که حتی برای انتخاب ریاست مجلسی فراکسیونی لیست امید که به مدیریت خود ایشان روی کار آمده بودند در واقع به وی پشت کردند و به آغوش لایه های راست همچون علی لاریجانی قلتیدند که گوی عارف از این میزان بی اخلاقی و خلف وعده دوستان پیشینی سخت دل شکسته شده بود رأی نفر اولی تهران باشه انسان و برای هیچ کمیسیونی حتی مشورت نشود و در سنگری دیگر روزنامه های تند و بدخوی چون وطن امروز و کیهان و جوان مدام بانگ شادی سرده هم که این هم از عارف و شکست سنگین گروه های منتصب به وی که قطعا موجبات ایشان خواهد شد در هر روی جهان سیاست هست و هزار نامرادی و نامردی ها در عرصه رقابت میان حریفان ادامه می دهیم با دیگر روزنامه ها و موضوعات منتخب امشب کماکان بیننده برنامه صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید که هر شب می و می بین سطور روزنامه ها را رو با اطلاعات تازه محضر یکایی که شما بینندگان عزیز در روزنامه های امروز یک موضوع بسیار تکان دهنده دیگر انتشار یافته بود که نشان از اوج فروپاشی اخلاق و انسانیت از صحنه در واقع قدرت سیاسی به سطح خیابان‌های فقرزده کشور حکایت دارد فروش نوزاد در شکم مادر که خانم شهندخت مولاوردی معاون روحانی نسبت به فراگیر شدن این پدیده هشدار داد روزنامه آرمان و سایر روزنامه ها از جمله جهان صنعت و چند روزنامه اقتصادی نسبت به انتشار آن کوشیدند بر اساس گزارش بسیاری از روزنامه ها ماجرای خرید و فروش کودکان ابعاد تازه پیدا کرده و آنطور که اظهار نظر تازه یک مقام مسئول نشان میدهد کار به فروش نوزادان در شکم مادر رسیده است فروش نوزادان توسط پدر و مادر به دلیل فقر مادی همیشه در ایران تا حدودی وجود داشته است و به دفعات نیز خبرهاش رو اعلام کردیم اما سال گذشته خانم فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران جزئیاتی تکان دهنده از رواج خرید و فروش کودکان رو افشا کرده بود و گفت که گزارشات نشان میدهد خانم های کارتون خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان به برخی از بیمارستان جنوب و مرکز شهر مراجعه می کنند و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200 هزار تومان بچه خود را می فروشند و اکثر نوزادان متولد شده مبتلا به بیماری HIV یا همان ایدز هستند در این راستا فروش نوزادان در سال 94 نیز ادامه یافت سال گذشته فرمانده نیروی انتظامی تهران در این باره و خرید فروش خیابانی نوزادان اشاره کرده بود بر اساس گزارش بسیاری از روزنامه های منتشر در تهران امسال هم بعد از اینکه خبرهای مبنی بر خرید و فروش نوزادان تازه متولد شده منتشر شد برخی رسانه گزارش های میدانی در مورد پیشفروش نوزادان قبل از تولد و در شکم مادر منتشر کردن که در برخی از این گزارش ها عنوان شد نوزاد خریداری شده حتی اعضای بدنش به فروش میرسد خبر پیشفروش نوزاد که به معنای خرید و فروش نوزاد در شکم مادر است عملا توسط هیچ نهادی نیز تکذیب نشد تا جایی که روز گذشته خانم مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران این خبر را تایید کرد و از زیاد بودن موارد آن در کشور سخن گفت ادامه میده هم با دیگر مطالب در عرصه اقتصاد و کاهش نرخ سودهای بانکی گمانه های گوناگون از سوی کارشناسان متنوع منتشر شده گویا بانک ها که خود منبع اصلی کمک به مردم در شرایط اضطرار بودند به چنان مشکلاتی اخیرا مواجه شدند که همینک با کاهش نرخ بهره و سود در صدد یاری رسانی از درون خیش به خودشان هستند در این راستا احمد مشتهی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد معتقد بود مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت ضعیف دولت گذشته و آثار به جای مانده از تحریم هاست بر کسی پوشیده نیست کاهش قیمت نفت از حدود 140 دلار به 30 دلار و کاهش میزان صادرات نفت از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه لطمه شدیدی به درآمد بودجه دولت و تولید کشور وارد کرد بنابر نوشته این سرمقاله و یادداشت در شرایطی که همه انتظار دارند بانک ها به کمک اقتصاد بیایند و موجب رونق اقتصادی شوند این بانک ها هستند که گویا نیاز به کمک دارند بانک ها برای جلوگیری از زیان خود شدیداً تمایل به کاهش نرخ سود سپرده ها دارند به همین دلیل لازم است قبل از اجرای کاهش سراسری نرخ سود طبعات این اقدام از نظر اقتصادی توسط سیاستگذاران پولی برآورده شود و تمهیداتی هم برای مقابله با آثار کاهش نرخ سود بانکی که میتواند بازارهای دیگر رو تحت تأثیر قرار دهد فراهم آید این هم از عرصه اقتصاد آن هم از اجتماع و به موضوع دیگری در وقت باقی مانده خواهم پرداخت به روزنامه هایی که واقعه تراژیک جان باختن سربازان سرافراز میهن که در اتوبوسی کشته شدن رو منتشر کرده بودن نگاهی خواهم داشت شهروند و اشاره به 19 کشته و 113 زخمی از پایان سفر 13 اتوبوس در جاده های کشور نوشت و از آن به عنوان راکبان مرگ یاد کرد بر اساس این گزارش 19 کشته یکی از این حادثه ها سربازان تحصیل کرده ای بودند که بر اثر سقوط به دره در محور سیرجان نیریز جان خود را از دست دادند همچنین روزنامه ایران ارگان دولت با انتشار صحنه دردناک و فاجعه آمیز جان باختن سربازان جوان میهن که دیدگان مادران و پدران و خانواده هایشان در انتظار بازگشتشان بود در صفحه یک شماره امروز با واژگانی تأکیدی نوشته بود 19 لیسانس وظیفه قربانی اتوبوس مرگ که میتوان توان تصور کرد چه رنج عظیمی و دردناکی بر خانواده های عزیزان سفر کرده می رود در واقع تلویزیون ایران فردا در تمامی بخش های سیاسی فرهنگی خاصه دفتر شامگاهی صفحه یک این مصیبت تلخ را به بازماندگان و هموطنان عزیز تسلیت می گوید و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده ی برنامه ی آن سوی خبر باشید که با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران منطقه و جهان بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا درودی دوباره در شامگاه دگر با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود